حزب مسلم لیگ نواز در کمپین‌های انتخاباتی خود تاکید بر بهبود تجارت و اقتصاد در این کشور داشت. با نفوذی که نظامیان این کشور در پاکستان داره، فکر میکنین که حکومت ملکی آینده چطور میتونه مستقلانه عمل بکنه؟ ببینید، در نهایت امر عناصر حکومت ملکی و نظامی باید یک راه را برای کار با همدیگر پیدا کنند. به نظر من محبوبیت اردو با نتایج این انتخابات آسیب دیده است، اما اردوی پاکستان نهادی نیرومند است که در برابر هر گونه مساعی و کاهش دادن نفوذ آن مقاومت خواهد کرد، به ویژه در زمینه های امنیت و پالیسی خارجی. و اردو ممکن در این زمینه های ملکی نیز نفوذ خود را پیش ببرد، یعنی در عرصه های اقتصادی نیز دخالت کند، امری که در گذشته چنین نبوده است. فکر می کنم اردو حالا برای این کار با هر کسی که رئیس حکومت باشد که به احتمال زیاد حکومت ائتلافی باشد مشکلات زیادتری خواهد داشت و با واکنش حکومت ملکی مواجه خواهد شد، زیرا نظامیان پاکستان در این انتخابات محبوبیتشان را از دست دادند. این وضعیت در سطح سیاست داخلی خواهد بود، اما در بخش هایی که به طور عنعنوی اردو قدرت عمل را دارد تغییر غیر محتمل است. عمران خان، در اتهاماتی که علیه ایالات متحده در زمان کمپاینش وارد کرده بود، گفته بود که ظاهرا ایالات متحده در برکناریش نقش داشته. فکر میکنین که حالا که حکومت ائتلافی تشکیل شده است، متشکل از جناح‌های مخالف حزب عمران خان، فکر میکنین که روابط ایالات متحده آمریکا با این حکومت جدید چگونه خواهد بود، در چه سطحی خواهد بود؟ ایالات متحده اگر با حکومت برهبری عمران خان در پاکستان مواجه نشود، با حکومت ائتلافی برهبری حزب مسلم لیگ، یعنی همان نوع حکومتی که ایالات متحده در گذشته با آن کار کرده، مواجه خواهد بود. در کل پاکستان ایالات متحده را به حیث یک شریک اقتصادی مهم خواهد دید، اما نه یک شریک استراتژیک که در گذشته بوده است. این یک واقعیت است، اما اگر عمران خان صدر اعظم حکومت باشد، این سطح روابط متفاوت خواهد بود. این نه به خاطر است که عمران خان به مسکو رفت، بلکه طی کمپاین انتخاباتیش او ایالات متحده را متهم کرد که مسئول برکناری او از سمت صدارت عظما بوده و علیه او در انتخابات دسیسه کرده است. این اتهامات بسیار جدی است و به طور واضح منجر به روابط بسیار دشواری خواهد شد، اما ایالات متحده با آن روبرو نخواهد شد. و می خواهم این را بگویم که ایالات متحده تا حد توان مراقب بوده تا از سیاست انتخاباتی پاکستان کنار باشد. به طور کلی مردم در پاکستان به ایالات متحده بسیار بدگمانند. ایالات متحده اگر کمک نتواند، کاری نخواهد کرد که روابط آن بهتر شود. روابط پاکستان و ایالات متحده به همان منوال خواهد بود که است، به استثنای این که ایالات متحده انتظار کمتری و شراکت مبتنی بر علایق استراتژیک خواهد داشت. این روابط از سوی پاکستان مبتنی بر علایق اقتصادی خواهد بود.